عزیز سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. فاطمه زاکری هستم و با یک نقد و بررسی دیگه با تیم پرهون کنارتون هستیم. اگر اولین بار پیج ما رو میبینید، ما تو پیجمون نقد و بررسی، معرفی و مقایسه بی‌طرف کالاهای لوازم خانگی رو بدون اینکه با هیچ شرکتی قرارداد داشته باشیم انجام میدیم و این کار رو صرفاً برای بالا بردن سطح آگاهی شما انجام میدیم. پس حتما ما رو فالو کنید و اگر کسی از دوستان و آشنایتون دنبال خرید لوازم خانگی هست، ما رو بهش معرفی کنید. محصولی که امروز براتون نقد و بررسی میکنیم، قبلا هم نقد و بررسی کرده بودیم که برای شرکت فیلیپس بود. اما این بار برند کالا تفاله و مدلش RK7088. خب حالا بریم یکم در موردش صحبت کنیم تا شما بیشتر باهاش آشنا بشید. کار اصلی این دستگاه پخت برنجه. اما ظاهرش منو یاد اصطلاح این که میگن طرف همه کار است و هیچ کار انداخت. آخه روش نوشته 25:1 که به معنای همه کار بودنشه. حالا بریم ببینیم که این محصول همه کار است یا هیچ کاره. طبق روال بخش اول آنباکسینگه. اما قبل از آنباکسینگ اگه از این کار رو استفاده کردین برامون کامنت بذارید و شما بهمون بگید که این دستگاه چطوریه. درباره توان، جنس بدنه و ظرفیتی صحبت میکنم. توانش 750 واته، جنس بدنش پلاستیکه و ظرفیتش 5 لیتره. حالا میریم سراغ قابلیتاش. قطعاً کار اصلی این دستگاه پختن برنجه که اون رو میتونه به سه حالت ساده، با تهدیگ و پلویی در بیاره. و توی برنامه هاش یه قابلیت سوشی رایس داره که برنج رو مناسب برای سوشی درست میکنه. و توی با تهدیگ دارش هم باز یه برنامه براونینگ داره که این مناسب تهدیگه. حالا نمیدونم واقعاً تهدیگ رو درست در میاره یا نه. خب این تمام برنامه هاشه که روی درش هک شده. و علت این که دارم به شما میگم اینه که داخل صفحه نمایشگر فقط این اعداد که کنارش نوشته شده رو نشون میده. حالا بریم ببینیم برنامه هاش چیه. برنامه شماره یکش بیک یا همون پختنه. شماره دو براونینگه که برای تهدیگه ولی توش تفت هم میتونید بدید. برنامه سه سوپ، استو خورشته، اسلوکوک پخت آرامه، استیم بخارپزه، رایس که همون برنج میشه، سوشی رایس که گفتم بهتون برنج مخصوص سوشی هستش، پیلاف پلوییه، اوتمیل برای پخت جوی دوسره. و علت این که به صورت جداگانه اومدن پخت جوی دوسر رو گذاشتن اینه که معمولا پخت جوی دوسر باعث خراب شدن زودپزای معمولی میشه و یه ذره پختنش سخته، ولی با این دستگاه شما میتونید به راحتی بپزید. برای شماره 11 خوراک، این که پاستا، نون، غذای کودک و استریل کردن که اینم خیلی برنامه جذابیه. شما میتونید مثلا شیشه کودکتون رو داخلش بذارید بدون اینکه دیگه بخواید آبی مثلا جوش بدید یا زمانی صرف کنید، این دستگاه براتون به راحتی انجام میده. باش میتونید املت بپزید که برنامه شماره 16 17 دسر، 18 ماست، 19 مربع و 20 هم ریهیت رو انجام میده. و حالا ما گفتیم که این دستگاه 25 کار است دیگه. شما از 22 تا 25 هم میتونید رسپی های خودشون رو بهش بدید. حالا بریم کار کردن با این دستگاه رو یاد بگیریم ببینیم چطوریه. اولش شما باید بیاین روی مای رسپی، خب یه دونه کلیک کنید و اینجا این شماره که نشون میده همین الان بهتون گفتم دیگه از 1 تا 20 برنامه داشت. خب با این میتونید برنامه ها رو کم و زیاد کنید که با توجه مثلا شماره 5 مون اسلوکوک یا همون آرام پز بود. خب اینجا این اومد روی اسلوکوک، اینو اوکیش میکنید. اینجا یک زمانی رو برای خودش به صورت پیش‌فرض داره که اینجا بهتون نشون میده که اینو میتونید کم و زیادش کنید. خب که این الان اوکیه، مثلا من میخوام 400 بشه.
از نکات بد این دستگاه اینه که شما نمیتونید دما رو تو هیچ کدوم از این پیشفرسا تغییر بدید، یعنی وقتی که اینو میزنید هیچی تغییر نمیکنه، اما عوضش دیلی داره که این دکمه است، وقتی که فشار میدید اینجا روشن میشه و اینو میتونید افزایش بدید، مثلا 400 و 15 دقیقه دیگه واسه تون روشن بشه و اوکی رو میزنید، حالا برنامه تا 4 ساعت دیگه کارشو شروع میکنه. نکته بعدی اینه که اینو اگه بخواید دیلیتش کنید باید با همین دکمه استارتش بزنید که الان میبینید زدم و همه چیز صفر شدش. و یه نکته دیگه هم که داره اینه که برنامه رایس شماره 7ه. خب وقتی که شما رو شماره 7 میبرید اینجا اوتو رو بهتون نشون میده و شما نه زمان و نه دما رو و حتی برنامه تأخیری هم نمیتونید بهش بدید، فقط میتونید اینجا اینو اوکی کنید که اینم به نظرم یکی از ضعفاشه که اوکی میکنید و دستگاه کار میکنه، دوباره با این کنسلش میکنید. خب حالا میریم که لوازم جانبیشو بهتون نشون بدیم. این بخارپزشه، یعنی در واقع سبد بخارپزه. این پیمانشه که داخل دفترچه‌اش نوشته بود حتما از این استفاده کنید. این قاشقشه که با این گیره کنارش بس میشه و حالا کنارش وای میسته دیگه و با این دکمه درش باز میشه. این قابلمشه که برای خانواده حدود به نظرم 3-4 نفر کافی، حالا بازم بستگی به خودتون داره. و این یه دفترچه است که شامل دستور پخت غذاهای مختلفه که حالا میتونید ازش استفاده کنید. این دفترچه راهنمای نگهداریشه که به چند زبان مختلفه. اینم راهنمای استفاده از همین برنامه‌ای که براتون توضیح دادمه که متاسفانه فقط انگلیسیشو که ما میتونیم استفاده کنیم، دیگه فارسی نداره. حالا میریم سراغ بخش آخر. و اما جنبندی، در کل میشه گفت دستگاه واقعا کاملیه، اما خب جنس بدنش میتونست بهتر باشه چون جای دست و اینا روش میمونه و اینکه فعلا گارانتی نداره. یه نکته که به نظرم باید گفته بشه اینه که همه برنامه‌هاش پخت تأخیری و گرم نگهدار نداره. مثلا توی قسمت ماست و دسرش گرم نگهدار نداره. قیمتش هم هول و هوش 2800 و ایشالا به سواله شما توی استوری حتما جواب میدیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.